بازار وکیل خارج از طرح و ساختاری که کریم خان پیافکند چندین راسته بازار مستقل پیرامون خیش دارد که هر یک با عملکردی خاص خود به داد و ستد و عرضه کالا مشغولند. کالبدهایی که برخی پیش از احداث بازار وکیل وجود داشتند و برخی دیگر در دوره قاجار ساخته شدند. اردو بازار که در جنوب بازار وکیل قرار گرفته است قدمتی طولانی دارد. شواهد تاریخی قدمت آن را بیشتر از بازار وکیل می دانند. در توضیح نام آن آوردند که این مکان مسیر عبور اردوی قوام بوده و به همین جهت به آن اردو بازار گفته شده است. اردو بازار ابتدا بدون سقف و پوشش بنا گردیده و در محل حجره ها چادرهایی برپا بوده که داد و ستد و مبادله کالا در درون و پیرامون آنها صورت می گرفته است. اردو بازار به جهت تنوع کالایی از شلوغ‌ترین راسته های پیرامون بازار وکیل به شمار می رود. این تنوع کالایی سبب شده تا خریداران را نیز طیفی متنوع از مردم شهر و روستا و عشایر تشکیل دهند. اردو بازار امروزی فاقد سقف آجری و تاقهای ضربی مختص راسته بازارهای سنتی است و در حال حاضر سقف آن با آمیخته ای از چوب و فلز و ایرانی پوشش داده شده است. در جوار اردو بازار راسته دیگری قرار دارد، راسته با قدمتی طولانی و به یادگار مانده از دوره صفوی، راسته مسگرها. بازار مسگرها که در محله درب شاهزاده از محلات قدیمی شیراز واقع شده، بر روی بقایای بازار قیصریه ساخته شده که در زمان حکومت صفویه به فرمان امام قلی خان حاکم ایالت فارس بنا گردید تا درآمد آن که از طریق اجاره حجره های راسته تأمین می شد صرف مخارج مدرسه خان گردد. بازار مسگرها در دوران حکومت دودمان قاجار بر اثر زلزله ویرانگر تخریب شد و طاق ضربی آن فرو ریخت. در سال 1299 هجری قمری میرزا فتحعلی خان صاحب دیوان حاکم ایالت فارس به مرمت بازار اقدام کرد و فرمان داد تا سقف آن را که از نی و بوریا ساخته شده بود نظیر بازار وکیل با طاق‌های قوسی و از آجر بپوشانند. راسته مسگرها در تمامی بازارهای سنتی ایران وجود دارد و از قدیمی ترین اصنافی است که همواره نامش با بازار و بازاریان عجین بوده است. ابزار و ظروف مسی تا چند دهه پیش بسیار مورد استفاده مردم قرار می گرفت، اما پس از آن که ظروف جدیدی از مواد ارزان قیمت و با تولید انبوه به بازار عرضه گردید، ظروف مسی کارکرد اصلی خود را به تدریج از دست داد و بیشتر جنبه تزیینی پیدا کرد. در جنوب بازار وکیل و در پیرامون اردو بازار مجموعه بازار و سرای مشیر قرار دارد، مجموعه وقفی که از آثار خیر ابوالحسن خان مشیرالملک والی فارس بود و در عهد سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به سال 1282 هجری قمری ساخته شده است. سرای مشیر حیاتی 8 ضلعی است با حجره‌هایی در 2 طبقه در پیرامون حیات. ورودی سرا در ضلع جنوب غربی قرار گرفته که توسط یک هشتی و راهرو به حیات منتهی می شود.
سردر ورودی سرای مشیر با مقرنس‌های زیبایی از کاشی تزیین یافته است. در زیر مقرنس‌ها کتیبه‌ای از سنگ مرمر قرار دارد که بر روی آن تاریخ بنا و هدف از ساخت آن نوشته شده است. پس از مدخل اصلی قشتی سرای مشیر قرار دارد با طاقی آجری که در پای عرقچین سقف آن ترنج هایی از قطعات کاشیکاری شده مشاهده می شود. این هشتی به واسطه راهرو کوتاهی به صحن سرا راه دارد. صحن سرای مشیر با قاعده کشکولی در دو طبقه ساخته و کف آن با سنگ فرش شده است. حجره ها در گرداگرد صحن میانی حلقه زده اند. این سرا از پرکارترین بناهای مجموعه بازارهای شیراز به شمار می رود که کم و بیش سالم و بدون تغییر مانده و به خوبی نگهداری و مرمت شده است. صحن سرای مشیر جداری دو طبقه و پلکانی دارد، به این صورت که طبقه فوقانی کمی عقب نشسته و در جلوی آن راهرو روباز مهتابی مانندی پدید آمده است که با این شیوه امکان ارتباط در میان حجرهای طبقه بالا فراهم آمده و ارتباط میان طبقات با پلکان میسر گردیده است. در حجرها از چوب ساج مشبک و منبتکاری با شیشه های رنگین ساخته شده است. در صحن حیات آبنمایی به شکل مستطیل قرار دارد که در پیرامون آن چهار باغچه دیده می شود. در جبهه شمالی سرای مشیر تالار وسیع 8 ضلعی دو طبقه‌ای وجود دارد که مهمترین و زیباترین بخش آن به شمار می رود. پیرامون این تالار 4 حجره و 4 شاهنشین وسیع دیده می شود که پیشانی و لچکی آن با کاشی تزیین یافته است. تالار پوشش گنبدی بلندی دارد که بر فراز گنبد بادگیری تعبیه شده است. امروزه حجره های سرای مشیر نمایشگاهی است متنوع از صنایع دستی بومی و محلی فارس که با مهارت و ذوق بسیار ساخته و پرداخته شده اند. تولیدات صنایع دستی که مواد خام یا نیمه ساخته را به کالاهای گوناگون تبدیل می کنند آمیزه است از حرفه و هنر. کارهایی که بر روی چوب، فلز، چرم، پارچه و غیره انجام می‌پذیرد همراه با انتخاب طرح، رنگ، فرم و عناصری از طبیعت بیانگر ذوق و سلیقه است که در بافت و پرداخت شیء ساخته شده به کار می‌رود. وجود پارچه‌های متنوع، لباس‌های محلی و دست‌بافت‌های رنگارنگ نشانه است حاکی از پیوند عشایر با بازار و شهر شیراز. این دستبافها در ابتدا متناسب با رفع نیازهای جامعه عشایری روستایی تولید می شد و مورد استفاده قرار می گرفت، اما امروزه با انبوه شدن تولید این دستبافها در یک شبکه مستقل عشایری بافته شده و به بازار عرضه می شوند. صنعت بافندگی در استان فارس هنر و سنتی عشایری است که این استان با بیشترین جمعیت عشایری بازار آن را در اختیار دارد. امروزه با اسکان اغلب عشایر در شهرک ها و آبادی هایی که در قلمرو و یا در مسیر کوچ این ایل ها قرار دارند سنت بافندگی همچنان رواج دارد. از میان این ایلات و عشایر بیش از همه ایلات خمسه و ایل قشقایی
در کار بافت انواع زیرانداز فعال می باشند. تمامی مراحل تولید گونه های مختلف دست بافت از قالی و قالیچه تا گلیم و سوزنی و گبه بر عهده زنان و دختران عشایری است که روزها، طرح‌ها و نقش و نگارها را در رنگ‌های دلخواه بر پهنه دست باف می‌نشانند. دارهای بافندگی عشایری افقی است و بافندگان بر روی زمین می‌نشینند. دار افقی را برخلاف دار عمودی به راحتی میتوان برچید و بر پشت چهار پایان نشاند و از منزلی به منزل دیگر برد. بازار وکیل بازاری است یگانه که به جهت ارزش‌های خاص معماری و هویت متفاوتش شایسته توجه بیشتر است. جایگاه این بازار در ساختار شهری چون شیراز به گونه است که آن را نه تنها متعلق به مردم شیراز و یادگاری از شهریار زند ساخته، بلکه میراثی است جهانی که باید در حفظ و نگهداری اصالت‌های آن کوشا بود.